صداها فیلمی است که مشاهده خواهید کرد. با حضور آتیلا پسیانی، رویان و نهالی، میکائیل شهرستانی، پگاه آهنگرانی، نازنین فراهانی، تناز طباطبایی، شهین دخت نجفزاده و رضا کیانیان. طراحی گریم با مهری شیرازی. میخوای بگم؟ طراحی صحنه و لباس با آتوسا قلم فرسایی بوده. اینجوری خیالت راحت میشه؟ خیال من دیگه هیچجوری راحت نمیشه. موسیقی فیلم را امیرعلی واجد سمیعی نوشته. صداهای همزمان توسط جواد مقدس ضبط شده و طراحی، ترکیب و صداگذاری را پرویز آبنار انجام داده است. تدوین توسط فرامرز هوته هم با مشاورت مصطفی خرقه پوش صورت گرفته. داریوش عیاری فیلم برداری را بر عهده داشته است. جلال شمسیان، علی واجد سمیعی و منیژه حکمت تهیه کنندگان فیلم هستند. انگار کوهی بود، صدا با سکوت و ما ایشون نشسته خسته انبوهی، کلمات انتظار زن و مرد جوان. فیلمنامه توسط سعید عقیقی نگاشته شده است. فیلمی است از فرزاد مطمئن. کلید کجاست؟ Oh,
نمیخواستم اینجوری باشه. باور کن نمیخواستم. باعثش تو بودی. هنوزم چیزی عوض نشده. باور کن. اونو نتونستی نجاتش بدی. منو میتونی. دم مردنت هم یکی باهات کار داره. نمیخوای جوابشو بدی؟ چیزی ندارم بگم. چرا؟ میتونی بهش بگی فعلا مشغول مردنم. بعدا تماس بگیر. زده به سرت. اگه بمیرم راست منم بیچاره تری. روزی هزار دفعه میمیری تو بکشم. تو خیلی نگران منی. مگه نه؟ خیلی نگران منی؟ رویا یکم آب بهم بده. رویا کمکم کن. منو برسون بیمارستان. هنوز دلت میخواد زنده بمونی؟ شرط داره. هرچی بگی قبوله. بگو رضا بیاد پیشم. رویا به خدا من خفی شو. همه چی داشت درست میشد. زده خرابش کردی. چجوری تونستی هست فتره؟ ای من بپرس دادتو. میتونستم آدم پستی هستی. نمیدونستم آدم کشم هستی. واسه همینه دلم نمیخواد کاری واسهت بکنه. هرچی دروغ گفتی و قول داری کردی دیگه بس. تموم شد. هیچ دلم نمیخواد صداتو دورگه کنی و جلوی دادگاه آدم از غیرت و ناموس میشه رای را بزنی. نظر بمیرم رویا. نظر بمیرم. تو مگه منو دوست نداشتی؟ مگه نمیگه همین کار رو واسه خاطر من کردی؟ چرا؟ واسه خاطر من بمیر. نه ترس. من این دورو برام میمونم تا نوبت همشه. فکرشو نمی کردی نه؟ من هم فکرشو نمی کردم. راستشو آخه پشیمون نیستم. میدونم. هیچ وقت هم نمیشم. اما تو حالا باید جواب پس بدی. حسین منو نخور. فکر خودت باش. تو رنگ خوشی رو نمیبینی. چرا؟
دارم جون کندن تو رو میبینم. همین بس. تو هم مثل من داری آدم میکشی. نه تو آدم نیستی، هیچی نیستی. آخرش شدی من هم فرنسن. اونم تو کشتی. صداتو ببر. منو ول نکرده بودی، اونم الان زنده بود. بهت میگم خفشو. رضا جون مثل سگ جون دار. چی گفتی؟ مثل سگ. اسم اونو نیار. چرا گوشی رو برنمی‌داری؟ ولش کن. بذار حرف خودمونو بزنیم. شاید مهم باشه. مهمتر از من تو خیلی است. اونقدر معطل کرد که قطع کرد. اگه کار مهمی داشته باشه دوباره زنگ بزن. خب اگه دوباره زنگ بزنه من گفتم که از من و تو مهمتر نیست. تو یواشتر بلد نیستی حرف بزنی؟ ببخشید. مهم نیست. عادت دیگه. داشتی میگفتی. که حرفی نمونده. ولی من هنوز کلی حرف دارم. خیلی خب پس تو بگو. فقط خلاصش کن چون من دیرم شده. جایی میخوای بری؟ آره اصلا قرار نبود برگردم اینجا. خودت یه نفری قرار گذاشتی؟ حرفت همین بود؟ چرا دادگاه؟ پرسیدم چرا دادگاه؟ واسه اینکه تو مسئولیت سرت نمیشه. منم تو این وضعیت نمیتونستم تحمل کنم. الو، بله. همه ما توسط رویاهای نامرئی محاصره شده ایم. واقعیت در اطراف ماست. پس چرا به تخیل احتیاج داریم؟ پس بالاخره کار خودتو کردی؟ کار دیگه نمیشد کرد. ببخشید اجازه نگرفتم. صدا به نظرم آشنا اومد. بودم تو خونه خودش که اجازه نمیگیره. اینجا دیگه خونه من نیست. تا چی دلخوری ها؟ احضاری دادگاه دستت. تازه میپرسی از چی دلخوره؟ میزان سن رید مهم نیست. وقتی رفتی لابد فکرم اینجا چی کردی دیگه؟ آیا این فیلم موفق خواهد شد یا شکست؟ این صدا مال فیلمه؟ نه داشتم صداهای ضبط قدیم رو میرفتم رو هارد. حیفه اونجوری از بین میرفت دیگه نمیموند. این که گذاشتی مال چند وقت میشه؟ این شبانه رو میخونی؟ اینو گوش کن ببین یادت میاد. بر نتراشیده ام از حسرت های خیش، پارینه تر از سنگ، ترد تر از ساقه تازه روی یکی علف. تو را بر نکشیده ام از خشم خیش، ناتوانی خرد از بر آمدن، گر کشیدن در مجمر بیتابی. تو را بر نسخته ام به وزنه اندوه خیش، پر کاهی در کفه هرمان، کوه در سنجش بیهودگی. تو را برگزیدم خوش خیال بودیم رقما رقم بیداد. بعضی وقتا گوش کردنش چه بد نیست. نه بابا کجاش خوبه. فقط آدم بی خودی شرمنده میکنه. اگه آدم مدام حرفش عوض نکنه چرا شرمنده شه؟ به من کنایه نزن. یه خورده یاد حرفای خودت میفت. من همه حرفام خوب یادم. خوبه یادته. کاش فقط میذاشتی حرفای خودتو گوش میکردی.
یه جوری حرف میزنی انگار من رفتم از دست چه کارت کردم. ببین چی کار کردی که منو به اینجا رسوندی. دادگاه زندگی منو تو چی میدونی که ما خودمون نمیدونیم؟ هیچی نمیدونم. ولی چیزی رو که من به زبون خوش نتونستم حالیت کنم اون به زور حالیت میکنه. صدا با سکوت آشتی میکند. تو چی میخوای حالی میکنی؟ این که هر اشتباهی خسارتی هم داره. من که اشتباه نکردم. ولی اگه صبر کنی خسارتش هم میده. چقدر صبر کنم؟ تو وقتی این دم و دستگاه به سود برسه. نگران نباش. زیاد طول نمیکشه. من چند وقت رفتم؟ خشم کوچه در تو چند وقت مهران ندیدی؟ یادت نمیاد نه؟ همینجوری که نمیمونه. من تازه اینجا رو علم کردم. شب و روز دارم تو این زیرزمین جون. اونو بذار سر جاش. نه ترس. به اموالت ضرر نمیزنه. شایدم تو راست میگی. دادگاه جز این که علافمون کنه چیزی نداره. پس چرا باید بریم دنبالش؟ تو چی میگی؟ خیلی کارو میشه کرد. مثلا؟ این که اینجا رو دو نفری بگردونیم. اگه تو اینجا کار بکنی همه چیش مال خودت میشه. وقتی که به اون سادگی ول نمیکنی بری. دیگه؟ مهران هم تکلیفش روشنه. هم تو رو داره هم منو. بعضش از اینکه هست بدتر که نمیشه. پس مشکل فقط مهران بود که اونم شکر خدا حل شد. مهران وقتی خیالش راحته که خیال ما راحت باشه. خیال ما به این سادگی راحت نمیشه. من به اندازه تو بدبین نیستم. چون به اندازه من اذیت نشدی. گذشته رو ول کن. اشتباهات من انقدر نیست که نشه جبرانش کرد. تو همیشه یه راه در رو واسه خودت داری. ولی بعید بود بگی اشتباه میکنی. اگه دادگاه واسه چیزی نداره روش اصرار نکن. اگه واسه پوله من خودم هم خودت میدونی واسه پول نیست. پس این همه دوندگی کردی که جلوی رئیس دادگاه منو تنبیه کنی؟ واسه تو راه دیگه‌ای به نظرم نرسید. میتونستی به خودم بگی. مگه میشنیدی؟ حالا میشنوم. هر چی بگی قبول غیر دادگاه. دیگه چی میگی؟ مگه تو به این زودی میتونی عوض شی؟ بستگی داره حکم دادگاه پشت سرم باشه یا نه. فرض کن نیست. فرض که نمیتونم بکنم. بستگی داره کی ازم بخواد. شاید چند روزی رفتم مسافرت. اجازه مهرانم میگیرم به خودم میبرمش. وقتی برگشتم خودم به زنگ میزنم. چقدر طول میکشه؟ شاید یکی دو هفته. نوبت دادگاه که 6 روز دیگه است؟ صدا از کجاست؟ این صدا از کجا میاد؟ گفتم این صدا از کجا میاد؟ چه میدونم؟ بالایان. تو صدای همه رو از اینجا گوش میکنی؟ کدوم طبقه است؟ میخوای چه کار؟ میگم کدوم طبقه است؟ ربطی به ما نداره. اونا هم دو نفر نیست ما. تو هیچ جا نمیری. بشین سر جات. اگه بزنن همدیگرم بکشن واسه فرقی نمیکنه؟
به من چه؟ مگه اونا میدونن تو خونه من چه خبره؟ داره میکشدش، مگه نمیفهمی؟ چطور صداهاشون به تو ربط داره؟ میدونی اگه زنگ بزنی چی میشه؟ تو که ارزشو نداری؟ اگه بیان اینجا رو تخته میکنن بابت دعوای یکی دیگه من از نو خوردن میفتن. حالت بهتره؟ ببین یا جواب بده خفش خودش خسته شد قطع کرد. چند وقت افقی هم؟ چند دقیقی هست؟ مردش یه دفعه هم که اومدی خوردی به نشت کشی. تلفن چند بار زنگ زد؟ به درک دارن گم شنمشو. تام قاطی یا؟ نه با قاطی بودم. الان دیگه خوبه خوبه. کلن قاطی کارا چیه میکنی؟ تو دیگه نصیحت نکن چون مادرت. نه بابا نصیحت چیه؟ چرا دیگه؟ تو خود میزونی مثلا 10 دقیقه با مامانت حرف بزنی دعواتون میشه. فرق میکنه توی کسی بیشه دیگه خودت یا خودت دیگه بدتر یکی هم نسته داد سرش بزنیم دلم خونکشه. تو همسایهاتو نمیشناسی؟ چطور مگه؟ آخه یه سرصدایی میومد فکرم دو نفر با هم دعوا میکردن. خوبه بالاخره تو این خونه یکی صداشو بلند کرد. نه ترس بابا تو این خونه پرنده پرنده میزن. دو نفرشون کجا؟ چی میگی بابا؟ خودم صدای دعوا ما رو فشنشون میگم. حتما فیلمه آخه این پایین پایینی خونش گرده استودیو بعضی وقتی صدای دنگ و دونگش تا اینجا میاد. حتما تلویزیون دیدیش صداش خیلی باحاله. اگه استودیو پس چرا میگی پرنده پرنده میزنه؟ تازه راش انداخته. یه دفعه بهش رو انداختم پارتی میشه برم تلویزیون همچون اصلا قیافه گرفت. خودش تنهاست؟ آره بابا با این اخلاق گنده زنش ولش کرده رفته. همچه حلقش رو دستش میچرخونه هرکی ندونه. ولی صدا که از پایین میومد. تو هم چقدر گیر میدی یا بابا این پایینی هم ماه به ما این ورا پیداش نمیشه. معلومه مکانش فقط اینجا نی. ببین سرصدا خیلی مشکوک بود. جایی تو بودم این زنگ میزدم 110. زنگ میزنم 110 بگم چی؟ جای اونا میان خودم میبرم. اگه به دادت نرسیده بودم میدونی چی میشد؟ تو که داری میری؟ پس دیگه چرا خودت اذیت میکنی؟ ولی بدجوری ترسونی. دل روزه تو دستجوری ریخ بیرون. عیبی نداره. به خود دریجان بستد خوبه.
الو. آره خونه. خیلی ایشالله شهران بود. خب بس که من دیگه باید زحمت کم کنم. میموندی حالا؟ نه دیگه نیست. مراقب خودت باش. رستی خونه یه زنگی بزن. شهرت ما نرفتم. خدا حافظ. بله. از رضا خبر نداری؟ چه عجب، را گم کردی؟ خبر داری یا نه؟ طوری شده؟ اومد پیش تو؟ باز چی باید بیاد اینجا؟ جواب منو بده. اگه بگم نه رضایت میدی؟ نه. پس خدا روزی تو جای دیگه بده. کسی پیشته؟ چطور مگه؟ میخوام بیام بالا. درو نکنم چی؟ همسایه‌ها دعا میکنن. گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. بله. اینجاست؟ سلام، خوش اومدیم. ازت پرسیدم اینجاست؟ همون پایینم پرسیدی، جوابتو دادم. جواب سربالا زیاد میدی.
حالا چرا دوست شما باید بیاد اینجا؟ رضا دوستم نیست، شوهرمه. شوهر واقعیت نیست، شوهر واقعیت منم. همین خیال باش. چی بهش گفتی حاضر شد بیاد اینجا؟ خواب نما شدی، خیلی دل خوشی ازش دارم. راستشو بگو اینقدر منو نپیچون. تا حالا از من دروغ شنیدی؟ کم نه بابا، خیلی بی‌انصافی. بس کن دیگه، اینقدر بازی در نیار. من بازی در نمیارم. بهت میگم کجاست. چرا داد میزنی؟ یواش که میپرسم نمیگی که. تو بهش زنگ زدی اگه نه؟ تو بهش زنگ زدی. اینقدر مطمئنی؟ اگه عوضی گرفته باشی چی؟ اگه ازش خبرداری به هم بگو، نمیخوام خود دنبالش بگردم. اگه خواستی دنبالش بگردی منم باهات میام. پس بردار، من تو رو میشناسم. هیچ هم نمیشناسی. نه و قدرام آدم بدی نیستم. اگه خودت بگی. اگه یه جور انصاف داشتی میفهمیدی که در حق من خیلی بد کردی. بد یا خوب، زندگی من دیگه ربطی به تو نداره. پس چرا طرفت که گم میشه صاف میایی سراغ من؟ پس اینکه میدونم چی کاره ای. چرا بی خودی تهمت میزنی؟ اگه مدرک داری که من بهش زنگ زدم که هیچ، اگه نه به سلامت. خوب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. رضا آدمی نبود بدون من جایی بره. مثل روز برام روشن این قضیه به تو مربوطه. فقط بدون پامو از این در بذارم بیرون با پلیس برمیگردم. با اونا راحت‌تر از من حرف میزنی. شکشون به سابقه دارا بیشتره. آره دیگه. ببین کی به کی میگه منو نپیچون. کاش واسه یه روزم که شده میتونستی سابقه منو بذاری کنار. رو بهت میگم چون حوصله سینجیم پلیسو ندارم. نمیخوام واسه دو کلوم حرف یه ماه بیارن و ببرنم. بهش زنگ زدم چون میدونستم که اگه بخوام با تو حرف بزنم اصلا به این مهلت نمیدی. گفتم تو که در دلمو گوش نمیدی، لااقل به اون بگم. همیشه به خودم میگفتم برمیگردی، هرچی هم که بد و ناجور باشن بازم ولم نمی کنی بری. میگفتم هیچکی تو رو اندازه من دوست نداره، یعنی نمیتونه دوست داشته باشه. وقتی شنیدم کار تو اون داره بالا میگیره اصلا باورم نشد. هی به خودم میگفتم آخه چطوری دلش اومد؟ خیلی با خودم کلنجار رفتم تا تونستم باورش کنم. گفتم حتما خودت میای و میگی، یا دست کم میای برای خداحافظی و بعد میری. اما تو این کارم نکردی. وقتی که اومد مثل یه برادر باش حرف زدم. بهش گفتم هنوزم چقدر دوستت دارم. گفتم من که ندونستم، ولی تو قدرشو بدون و مراقبش باش. حرفاتو باور کنم. دیدیش ازش بپرس، سیر تا پیازشو بهت میگه. میدونم که از اون بشنوی باور میکنی. حالا هر کاری که از دستم برمیاد بیرو درواسی به هم بگو. دیگه چیکار باید بکنم؟ هر چی بگی حاضرم. تا حالا اینجوری حرف نزده بودی؟ بهتره برم. نمیدونم کجا باید برم. چه میدونم؟ من که درست نمیشناسمش. تو برو. اگه تا شب بر نگشت یه زنگ بهم بزن، میام دنبالت. میریم همه جا رو با هم میگردیم.
کلانتری، بیمارستان، خونه، هر چی که تو بگی. یکم به خودت مرخصی بده، حالت بهتر شه. اگه دیدی کاری از دست من برمیاد بهت خبر میده. از حامی برندگان خوشبخت قرعه کشی ماهانه کیک لالایی، آقای محمد رحیم ظریف فرزند سلطان، به شماره شناسنامه بالینی متین، آرامش را به طور تضمینی در تمامی ساعات برای شما به ارمغان می‌آورد. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. تمام شهریه پس از قبولی در رشته دلخواه، کبود را به خاطر بسپارید. سالم، خوشمزه، مقوی، مغذی. شکلات تاتار بی همتا و ماندگار. حشرات از شنیدن نام حشره‌کش متراکم به خود می لرزند. به اضافه جوایز نفیس و استثنایی، 5 واحد آپارتمان، 30 دستگاه اتومبیل. دستتو بشور ای کودک من، با صابون ما صابون چمن، موها تمیز نرم بدن. محصول کیه؟ شامپوی چمن. شامپوی چمن. میفهمم، من که نمیگم همشو الان بده. یه لحظه گوشی دسته. دسته درد کنه. باز شد؟ بله باز شد. اگه رضوی طرفش بودا تا قرون آخر. میفهمم، میفهمم. بله، اونم با اون کیفیت. 6 سال پیش براشون یه کار ضبط کردیم، هر سال داره پخش میشه. بله، سیدوزیه دیگه، بوده بوده و میان سر این کار، ضبط میکنم میان سر کار بعدی. منم گولت همین شعاراشون رو خوردم دیگه. اگه میدونستم کیفیت براشون مهم نیست، قربون دسته، بذار به حساب. با تو نبوده. ببین، گوشی من داره زنگ میزنه. خب رازیش بکن، بگو هر چقدر داره برداره بیاره. قربان تو، خداحافظ. الو، چه سلامی؟ نامرد، تو میدونستی به من نگفتی؟ قضیه دادگاه. اگه منم جای شما بودم میزدم زیرش. مرتضی جون مادرت چاخون نکن. خب، یعنی تو خبر نداشتی؟ عجب شاهکارایی هستین شما خواهر برادر. ببین، پس یه کاری بکن، مریمو بردار بیار اینجا. بابا ناسلامتی تو برادر بزرگشی. میدونم من اشتباه کردم، باشه مسئولیتش با من. شما بیارش اینجا در حضور شما، من خودم باشه اتمام واجب. بابا زنگ بزن ازش خواهش بکن قدم رنجه بفرماد اینجا، یه تو کپا میشه؟ این کار که ازت برمیاد؟ به خدا برای ما بعده با این همه اینو طلب و اداب مثل بز سرمونو بندازیم پایین بریم جلو قاز. آخه یعنی چی؟ حرف حسابش چیه؟ چی میخواد؟ میخواد بگه بابت هر دوست دارمی که گفتم 100,000 تومان میخوام؟ خندم داره. باشه، ببین آدم ها چجوری شخصیتشون وقتی پای پول میاد وسط دیگه. خیلی خوب، ببین رازش کردی، یه زنگ به من بزن بهم خبر بده. اگه زنگ نمیزنی بگو من خودم تلفن کنم. قربان تو، خداحافظ.
چی بگم؟ هرچی دوست داری بگو. گفتم نمیام. دارم زب میکنم دیونه. ای پس دیگه اصلا گفتم نمیام. خب یه چیزی بخون. خوندم بلد نیستم. بیا از روی این نوشته بخون. فتاده تخت سنگان سویتر انگار کوهی بود و ما این سو نشسته خسته انبوهی، زن و مرد و جوان و پیر، همه با یکدیگر پیوسته لیک از پای و با زنجیر. اگر بریم کشید از سوی دلهایی به سویش میتوانست بیخبیدم لیک تا آنجا که رخصت بود تا زنجیر. یکی از ما که زنجیرش رهاتر بود بالا رفت، آنگه خواند کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند. و ما با لذتی بیگانه این راز قبار آلود را مثل دعایی زیر لب تکرار می کردیم. چی هم دادم بخونه؟ بابا یه چیز ساده تر می دادیم. چیه؟ وقتی پدر 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 من به مشکلی برخورد که باید آن را برطرف می کرد، به جایی خاصی در جنگل رفت، آتشی روشن کرد و خود را در دعای خاموش بوده برد. مشکلش برداشت. سلام. نمیای تو؟ من نمیام تو. تو کار داری، بیا بیرون. چرا ایستادی؟ یه تو؟ حرفت خیلی طول میکشه؟ تا جواب چی باشه؟ چقدر اینجا عوض شده؟ خونه محل کار یکی شده دیگه؟ اسباب رو چی کار کردی؟ اضافیش فروختم. بگیر. تو مگه نمیخواستی حرف بزنی؟ دعوا با شکم خالی؟ چرا گوشی رو بر نمیداری؟ ولش کن، به ضعف خودمون رو بزن، شاید مهم باشه. مهمتر است من و تو که نیست. الو، گوشی رو نگه داری یه دقیقه. خوشگاه کردی، بی بالا. ببین از دیشب تا حالا نمیگم چرا زنگ نزدی، میگم چرا خاموشی. منم آرزو دارم واسه دیگه این دهونه هارم برو واسه عمت بگیر. میخوای آمار دیروزه تو بذارم جلوت کم رنگ شی؟ لیاقت هم همونا رو بگیر. من که گیرینم تو راه، هرکی هم دارم خواست میتونم خودم ببرم. تو فکر خودت باش که سر کوشه هم نمیتون باش. ببین فقط بزن خیلی آدم از لابی رو نمت نخوزی بدبختی هست. موتش رو ریخته فهم ببرم. دیگه داشتم کلافه میشدم. تو مثل اینکه کلن دانشگاه رو طلاق دادی. اگه خبریه؟ نه بابا، 6-7 نفر بیشتر نبودیم. استادم خودش بیخیال شد رفت. واقعا میمادی مرخصی چیزی رد میکردی؟ من که دارم میرم دیگه، درس بخونم. ببین
برو خونه این زن اینو کمش کن، صداش تا هفت خونه اون برتر داره میره. اینو گوشتم سر صدای مخمو نشنوه. این چیه رو برایی که گوش میکنی تمونده مخ تو از کار میندازه. مخ میخوام چیکار؟ مخ داره زدن گاراژ. زبانه رو که میخونی؟ آ بابا سخته، اصلا تو فضاش نباشی نمیمونه که میپره. فاک تو سرت، عرضه هیچ کاری رو نداری. دمت گرم بابا، تو هم فرشات آوردی واسه ما. چی کوف میکنی خونکی گرمی؟ دمت نکش، خودم خواستم ایس میارم. قربونت، پی چایی هم دم کن که اصلا حس آشپزخونه ندارم. چیه؟ میخوای فال چایی بگیری؟ نه بابا، کار ما فال این حرفو گذاشته. تو که ترک کرده بودی؟ هر موقع تو کشیده منم ترک میکنم. حالا من که نفهمیدم تو چه مرگته. اگه داری میری پس یه یدات واسه چیه؟ تو چرا همچین شدی؟ یه طرف دلم میخواد برم، یه طرف هم اینکه برم باستای مدتی. تو به خدا هیچی حالیت نیست. من اگه وضعی تو رو داشتم تو وضع خود تو داشته باشه سنگین تری. بعد این همه زرزر و قل ازدواج و کوفت و زهر ما رو ببین چجوری ما رو تو هوا نگه داشته. اینو بگو، از درک اومدم بوی بیوفایی خورد به دماغ. تو که تو این زمین ها پیش کسبتی، از اینجور آدم هم زیاد دیدی. این ادعا رو دیگه واسه چی در میاری؟ تو هم که با ما میرسه زبون در میاری. به سر خود که اومد همچین پیشکسوت نشونت بدم حذف کنی. تو هم چه زود بهت برمیخوره. حالا این دفعه سر کی بود؟ هیچی بابا، هر چند روز یه بار انگاه یک کلا میذاره سرش غیب میشه. نه تلفنش رو جواب میده نه یه زنگ میزنه. همین؟ بیخیال بابا، تو که تون چیز رو سرش نداری حرف علکی نزن. تو که سرش داری چرا گوله همه رو میخوری؟ بابایی که من دیدم بیو تفاهم باشم خودت باس بخری. فکر تو شو سرش بخوره، از هم سرش مهم نیست. نه مثل خودت، اولش بالا سده به مغزش. ببین توی پاسداریزم هم چه فرقی با من نداری ها. خبر جدید، یکی رفقای شهرام حسابی گلش پیش جنابالی گیر کرده، التماس دعا داره. من که میدونی اهل این برنامه نیستم. نه بابا، طرف این خود پپا و پاستوریت هست. گفته اگه اجازه بدم با هم صحبت کنیم که اگه توی بدبخت مایل بودی ننش رو بفرسته پیش ننت ننت کشی. من دیدمش؟ نه پپ، خواب تو دیدم. بابا علیرضا ریش پروفسوری درکه جیب قرمزه. شماره کفششو دیگه شهرونده یادم نیست. دوست شمارش باید مسیج کنم بلکه بخت دا شده شر بکنم شد. زنی بزن بگم چی؟ زنی بزن بگو اجازه فرمودم. بابا میگم اون از تو هم خجالتی تره، ببین اون دیگه چه حالویه. اگه من خجالتی با قشرم شما چی کار داره؟ من تو رفیق من نیستی. اون چی شد تو کم تره؟ ببینم داری خود تو لوس میکنی یا راستی راستی اومده قبل. بعضی وقت دیگه از دستش کلافه میشم.
نگار؟ نگار سرصدا رو میشنوی؟ فکر کنم اون پایین دعواست. بیا تو. خوش اومدی. من فقط اومدم ببینم برای حرفت مدرکم داری یا نه. حالا بیا تو. چرا با این عجله؟ داری یا نه؟ تو منو میشناسی؟ رویا یه چیزایی گفته. چی گفته؟ حالا باشه بعد. نه میخوام بدونم. لطفاً اون مدرک تو ببینم. باشه بشین. رویا خودش نمیدونه این چیز داره، فقط من میدونم. تا پیداش کنم یه خورده واسم حرف بزن. چی میخوای بشنوی؟ چطوری باش خاطی شدی؟ حالا چه فرقی میکنه؟ خیلی دلم حالت میسوزه. خوشتیپی، با سوادی. تو سواد منو از کجا فهمیدی؟ آقا تا اینجا هم که اومدی کتاب زدی زیر بغلت. بخون ببین چه بلایی سرت اومده بیچاره. این که آزمایش توه. فکر کردم خیلی چیز سرت میشه. خب اگه من دارم اونم داره دیگه. همچین معلوم هم نیست. دیدی این قرتی بازی چقدر واسط گرون تموم شد. شما فکر میکنی خیلی چیز سرتون میشه، اما اندازه بزغال هم نمیفهمی. خوش به حال شما که زبون همه ایوونا رو بلدی. به نظرت من خیلی لاتولوتم نه؟ آرت میاد با من حرف بزنی. جواب منو بده. برات مهمه؟ فقط موندم تو چرا پی اون افتادی. اونو میفهمم چه مرگشه. همیشه دنبال کسی میگشت که قلمبه سلمبه حرف بزن و عزیزم صداش کنه. تو چرا؟ راست راستی میخوای بدونی؟ آره. پس به زبون خودت میگم که حالیت چه؟ برای اینکه خیلی خیلی دوستم داره. همینه که همه جای تو رو سوزونده. بعدم دیگه دستت بهش نمیرسه که به زور مشت و لغت خریت تو حالیش کنی. دقیقه دلی تو برو جای دیگه خالی کن آقای گردن کلوف. دستت دمه کنشون بزن کنی بر کن آشوانه کنار Nazar! 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 Nazar!
سلام. چه زود برگشتی؟ بچه ها نیومده بودن، استادم قهر کرده. رفت؟ یا بازم حالشو نداشتی بری؟ آقای دکتر صندوقی، دو روزهای گذشته ما تماسهای زیادی داشتیم که بینندگان عزیزمون راجع به خواص شنبدی رو سوال داشتن. بفرمایید یکم برای ما راجع به این گیاه و فوایدش بفرمایید. بله، خواهش میکنم. شنبدی گیاه بسیار خوب خاصیته.
چند دلیل مغز و اعصاب و روان رو تقویت میکنه. خواص متنوع و مختلفی داره برای ارگان‌های مختلف بدن. این دکتره میگه شنبلیله واسه اعصاب خیلی خوبه. میدونستی؟ تقویت کننده عمومی بدن در واقع. الان فهمیدم. ضعف و لاغری. پس تو این دانشگاه چی یادتون میره؟ تو این کاره ای مثلا؟ شما که همه چی از تلویزیون یاد میگیرید. دیگه منو میخوای چیکار؟ حسین زیاد وارد نیست. اون کچله که سه‌شنبه ها میاد خیلی وارد. بنظرم شما خودت از هر دوتاشون وارد تری. مال اینه که ما از جوانی به همه چی دقت میکردیم. هر چیزی سر جای خودش بود. درسمون به جا. بزرگ و کوچیکمون به جا. گردش و تفریحمون هم به جا. حالا که همه چی ریخته به هم. معلوم نیست تو این دانشگاه چی یاد میدن. و از بروز خشم زودرس جلوگیری میکنم. میای یه فشاری ازم بگیری؟ دوازده رو نو. اشتباه نمی کنی؟ مامان جان توی ثانیه که صد دفعه عوض نمیشه. خب تو حوصله نداری خرابکاری میکنی. ببین این اصلا به حوصله من کار نداره. چرا سرم اینقدر گیج میره؟ شاید از چشاته. یه وقت میگیرم این دکتر. نه بابا من فکر و خیال. چرا؟ باز کسی زنگ زده؟ خب آدم هزار جور فکر میکنه. من که نمیتونم مثل تو بیخیال باشم. مثل خودت بیخیال باش. به به منی خانوم. پارسال دوست، امسال آشنا. خوش اومدی. فرشاد کجاست؟ منتظرته. بیا تو. شیرین جان اون قرصه منو وردار بیار. میگم خانم مرتضوی دوباره زنگ زد. پسرش از کانادا برگشته. درسش تموم شده. دنبال یه دختر. گوشت با منه؟ بیا تو این یکی دو روزه بریم یه سر بهشون بزنیم. اونم خیلی دلش دل نگه میدارم داخل میرسم. نه با هم من بودم. برمیگردم دوباره دونه هم دیگه چی شده؟ هیچی. آدم چیزی از تو نخواد بهتر. مامان تو چته؟ باز کسی چیزی بهت گفته؟ لازم نیست کسی چیزی بگه. خودم میدونم چه بدبختی دارم. باز ما یه روز زود اومدیم خونه. میخوای برو اصلا نیا. آدم بی سر و سامون راستین سر خودم میشه دیگه. بیکاریت هم همین پیشی به پر پای ما. آره من بیکار. نه که تو شب و روز داری کوه میکنی. چند روزه دارم بهت میگم یه وقتی بذار بریم با هم پیش خانم مرتضوی. همین حالا احوالی کنیم. همین که ببینیم این بنده رو بندازی باقی پسرشون. هان حالت خوبه؟ خب وقتی خودت عرضه نداری یه آدم درست حسابی از تو دانشگاه به اون بزرگ. بعد میگم دخترای همسر سال تو الان ازدواج کردن بچه دارم شده طلاقم گرفتن. واسه همین زبونته که همه ازت فرار میکنن. همه خیلی بیجا میکنن. نه همه ای که تو میگی اول برن خودشون درست کنن. آره همه از دم نفهمن فقط تو میفهمی. تو بشین شنبلیلت نیا کن. چیکار من داری؟ شوهر گردن کلفتی مثل تو دارم. میگه شوهر میخوام چیکار؟ چه گرفتاری شدی؟ تقصیر منه که فکر عاقبت تو هم. گردن پشت محوطه جریمه هاکان فالتا ضربه سرو میزنه مدافع خرد معروف پدر و مادر این فرش مشخصه. برای گشودن صفی تازه در روابط با سوریه دو فرستادی ویژه خود را راهی دمشق خواهد کرد.
وقتی یاد حرف من میفتی که دیگه خیلی دیر شده. و میهمانهای مسدود عبارتند از باند رفته میهمان مرند و جلفا خوی در استان آذربایجان شرقی در کیلومتر 7 حد فاصله پلیس راه مرند تا سراغی جلفا خوی. اون وقت یه اون باید بشینی افسوسشو بخوری. نه ترس، بلدم چی کار کنم. وقتی شهر اولم به سلامتی طلاقم دو سنم رفت بالاتر، میرم زن یه پولدار عوضی میشم و یه بچه هم ازش پس میندازم. بعدم تو طرف افتاد ترکید، با وجود که حالم ازش به هم میخوره عکسش قاب میکنم میزنم رو دیوار تا جلو مردم کم نیارم. من تا وقتی فهمیدم یارو کل دارایشو بخشیده به بچهای دیگه است، یه روم نمیشه عکس نحسش رو دیوار بردارم. با این همه عقده راهی ندارم جز اینکه دق و دلیمو خالی کنم سر همون یه دونه پس اندازم. خیلی بیچشم روی. خیلی ممنون. اگه یه سر شعور داشتی پسر دایید وسط را پشیمون نمیشد که حال مجبور شی با هر کس و ناکسی بیای تا در خونه. خیال کردی من نمیفهمم؟ صدا اون چیزی که پر راز و رمزش میکنه و شاید بچه تمایزش با تصویر هست اینه که شما با شنیدن یک صدا که حالا ممکنه منبعش رو ندونین کجاست تخیل میکنین. شما صدای یک فرد رو میشنوین، او رو نمیبینین، اما این اختیار رو دارین که بتونین فرض کنین این آدم داره قامت بلندیست یا کوتاه قامت، چاق یا لاغر، زشت یا زشت. الان نگار آدم شیرینم چه تای مریضی؟ پس این چه صداییه؟ صاحب این صدا رو میشنویم. به اون صاحب مرده رو یه خورده کمش کن ببینم چی داری میگی. متوجه میشیم که اینجور با هم انطباق نداره. اگه تنها یه سر بیام طرفه مسئله است که صدا رو خدا به یک کسی پیشت باشه واسه بعد حتما. خب تا یه سر دیگه اونجا مقطعی مجبور بودم روی چیز نمیخوای سرام بگیرم؟ قربونت. آدم خیلی متفاوت صحبت کردن و هر کدوم از اینها تفاوت خاصی با هم داشتن. یا دوست بازیگری رو میشناسم که به اجبار یا به ضرورت درام مجبور بوده که در چندین نقش ظاهر بشه. رفقای قزمی تو من بهتر از تو میشناسم. مخه شیرینی، ناهاری، چیزی، مثلا متشاهده روز اول ازدواج سیر نشکر میخوام چکار کنیم ها؟ اونه که قند داره، اونه که هم که کلسترولش رو به رخ میکشه منم هیچ کدومو ندارم که بتونم باهاشون پوز بدم. تو عزیز زن یاری. خب بالاخره هر کسی یه مرضی داره دیگه. سر دکتر پایی چی شد مرد؟ سکته قلبی. فکر کنه جدا مجبور باشی هر روز یکی از شعرهای دکتر رایی رو به زور گوش کنی. مزده نگوان. پس با این رفقا گشتی روزی یه دفعه مدی بیمارستان فشار خون گرفتی. آدم اینقدر جون عزیز. آخه تو فشار خون میگرفت. ای دروغ چرا؟ از کج و کوله شدن میترسم، از مرگم بدتره. اینجا چطور شده؟ من جوانای مثل تو خوبه. لوس. حیفت نمیاد پسش بدی؟ شاید هم پسش ندادم. من یه قرار نیست بیاد پیش من. شاید تو اومدی پیش من. آخه اونجا یه خورده بزرگتره. عوضش اینجا قشنگتره. بله رازی جون تو رو خدا دو مرتبه شروع نکن. ای آخه این حرفا رو تو باید به پسرت بزنی نه من. ببین به من یه پشخطی دارم خودم باید تماس میگیرم. خداحافظ خداحافظ خداحافظ. خواهرت بود نه؟ مادر ما دم مرگش به خواهرم گفت مواظب برادر کوچیکت باش. 40 سال پیش مواظبت یه معنی میداد که الان نمیده. کاش بهشون یه زنگ میزدی. نه بابا تو این سن و سال شعرهای حائری صرفش بیشتر از نصیحتهای خواهرمه. از دست دل خورم.
قرص اعصابش نخورده بود. چقدر مریض داره برات؟ این روزا هر کسی یه جوری مریضه. شما چطور؟ من تازه درمان دردمو پیدا کردم. ولی به تاریخ مصرفش نگاه کنم. چون هر دارو یه تاریخ مصرفی داره. خیلی پررویی. این ازدواج فرق میکنه. حالا یه حالایی نشونت بدم حس کنی. دو تا فشار خون اضافی گرفته، چه اینقدر تهدید میکنی؟ بذار یه کیک و چای دبش برات بیارم، قندتم بره بالا. زحمت نکش، من خودم این کارم. قند رو با پیاده روی میشست. عروسی بی کیک نمیشه که. برش کن حالا، چه عجله. جراحی. و دست تو چی کار میکنه؟ قصتش مفصله. ما که وقت داریم بگو. حالا الان؟ یه شب که از بیمارستان برمیگشتم سوار یکی از همین ماشینا شدم. دیدم راننده داره میره سمت خارج شهر. خیلی شانس آوردم که جراحی تو کیفم بود. گذاشتم کنار گردنش، گفتم یا مثل آدم راه تو میری یا... تو واقعا این کار کردی؟ بهم نمیاد. من که ترس برم داشت. آها، تو عصبانی شدن من ندیدی هنوز. انشالله که هیچ وقت نبید. از اون موقع تا حالا همیشه یکی دو تا تو کیفم هست. البته خیلی باید مواظب بود. به آنی میپرشه. واسه چایی باید خود صاف کنی. چایی رو برکن، هدیه رو بچسب. ببین، من تو این کارا اصلا سلیقه ندارم و تا حالا این کارو نکرده بودم. نه، سلیقت خوبه. نازنم معلومه. ولی یه چیز دیگه هم بود. آماده است بخونم؟ باشه. کیک زهره مارد میشه. نازنم گم بخون. چشام ضعیف نشده، دستم کوتاه شده. گاهی توی تاریکی می نشینم و فکر می کنم. بسیاری از دوستانم به تاریکی پیوستند. آنها که ماندند یا با بیماری جسم دست به گریبانند و یا به تاریکی روحشان پناه بردند. گاهی فکر می کنم به بیماری لاعلاجی مبتلا شدم و چند روزی بیشتر دوام نمی آورم. پرستاری که این اواخر نقش پزشک را برایم بازی می کند با تحکم به من گفت روحت را درمان کن. نمی دانم از گمنامی عقیده ام است یا از کمیابی چشمهای او که گمان می کنم با او می توانم پیش از آن که تاریکی همه جا را فرا بگیرد. من تا حالا یاد داشتم ولی هیچ کس نخونده بودم. تو چته؟ دارم کیف میکنم. قیافت زیاد به اهل کیف نمیمونه. تا تو رو ندیده بودم فکر میکردم دیگه تو زندگی شانس نمیارم. همیشه به خودم گفتم دیگه تموم شد. گذشت. هر روز که از بیمارستان برمیگشتم مثل جنازه میفتادم رو تختم. خودم گفتم کاش فردا دیگه از جنب پا نشم. ولی اگر همه الان بدونم فردا میمیرم بازم بابت امروزم میگم خدا شکر. ببین، بذار چند کلمه حرف خوب بزنیم. تقصیر تو شد دیگه با اون چیز قشنگی که خوندی. دیگه کجا؟ فکر کنم چایی الان شده. فکرم اون دختره که میگفتی عاشقش بودی الان کجاست؟ چیه؟ میخوای برای اونم کیک بفرستی؟ به نظرت اگه همون موقع عروسی میکردی بهتر نبود؟ یا بعد یکی دو سال زده بودی به تیپ و تاپ هم؟ یا اینکه بچه اولمون الان رستوا رو بازنشسته بود؟ ما هم تشنه به خونه هم. آدم بدبینی هستی.
نه خودم رو میشناسم. تو که هی میری یا میای؟ من فکر میرم اینجا مهمونم. راستی دلت براش تنگ نمیشه؟ میدونی خوبی آدم اینه که میتونه فراموش کنه. خوبیشه یا بدیش؟ یعنی ممکنه تو هم منو فراموش کنی؟ تو چی؟ من اول پرسیدم. آخه اونو یادم رفته که تو رو یادم بره. حاضر جوابیت منو کشته. این چیه؟ گفتم از امروز یادگاری داشته باشی، بد نیست. کتاب فروشه گفتم واسه یه آدم عجیب غریب میخوام. بله سلام، بفرمایید. متشکرم. شما؟ شما؟ منظورتون چیه؟ شما از کجا خبر دارید؟ من از کجا بدونم شما راست میگید؟ یک کاری پیش اومده، من باید برم. اگه چیزی شده به من بگو. نه، یکی از رفقا کار ضروری داره، زیاد طول نمیکشه که دو ساعت دیگه برمیگردم. آخه این برمیگردم عزیزم، برمیگردم.